رفقای گلم سلام، به کانال ارز دیجیتال پیسن خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم که در این ویدیو آموزشی با من همراه هستید. امروز میخوام یه استراتژی معاملاتی ساده اما پرسود رو بهتون معرفی بکنم که توی بازار فارکس و کریپتو میتونید ازش استفاده بکنید. دوستان به راحتی از این استراتژی نگذرید. خیلی از دوستان فکر میکنن اگر استراتژی معاملاتی ساده باشه قطعا سودده نیست. دقیقا برعکس اینه دوستان. استراتژی معاملاتی به این شکل نیست که هر چقدر پیچیده تر باشه سودهای هنگفت و سودهای خفنتری بهتون بده. به نظر من 30% 20% میتونه اون استراتژی معاملاتیتون باشه و 60-70% به نظرم برمیگرده به اون تجربه شما توی بازار، اینکه نترسید به موقعش استابلاس بذارید، به موقعش تیک پروفیت بذارید، به موقعش از بازار خارج بشید، به موقع ورود کنید و خیلی از این آیتم های دیگه. سرتون رو درد نیارم قبل از اینکه برم سراغ آموزش. اگه برای اولین بار وارد کانال میشیم و اینجا یه عالمه ویدیو آموزشی راجع به استراتژی معاملاتی برای بازار فارکس و کریپتو داریم، پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله هم بزن. بریم سراغ آموزش. خب دوستان یه استراتژی که میخوام بهتون بگم تشکیل میشه از دو تا ایندیکیتور، دو تا مووینگ اوریج اکسپونشیال میخوای که اونها رو از قسمت ایندیکیتورها اضافه میکنید و خب تنظیماتی داره که اونها رو هم الان بهتون میگم. دو تا از مووینگ اوریج اکسپونشیال اضافه میکنید و به چارتتون اضافه میکنید. اولی رو روی عدد 50 قرار میدید تنظیماتش رو و حالا میتونید یه ذره زخیم کنید که شناسایی بشه، و دومی هم روی عدد 200 قرارش میدیم. حالا رنگش رو آبی میتونید کنید، من بالایی 50 رو کردم زرد و آبی رو که 200 روز است کردم آبی. خب قرار چجوری از این سیگنال بگیریم؟ یه نکته دیگه که باید بهتون بگم اینه که نوع کندل هاتون رو از این بالا روی هیکل ناشی قرار میدید. اگه در فارکس کار میکنید ایندیکیتوری هستش که بتونید روی متا تریدرتون نصب بکنید و کندل ها رو به صورت هیکناشی تماشا بکنید. مووینگ اوریج هم که در متا تریدر میتونید به راحتی قرار بدید روی چارتتون. خب قرار چه جوری از این سیگنال بگیریم دوستان؟ ببینید اول یه توضیح راجع به کندل های هیکناشی بدم. به هیچ وجه ویدیو رو جلو نزن، تا آخر ویدیو رو با دقت نگاه بکن، چون تک تک نکاتی رو بهت میگم که خیلی میتونه مهم باشه و تاثیرگذار باشه برای اینکه بتونی پوزیشن های خوبی رو بگیری از این روش. راجع به کندل های هیکناشی قبلا صحبت کردم، اینکه میانگین کندل قبلی خودش هستش و ببینید که کندل بعدی کجا با میشه. کندلی که تموم میشه کندل بعدیش از میانه و وسط کندل قبلی باز میشه. میتونید به نحوه محاسبهش هم توی گوگل سرچ بکنید و اگه دوست داشتید جزئیات بیشتری بدونید بررسیش بکنید، ولی خب لازم نیست که اینقدر اطلاعات راجبش داشته باشید، فقط این رو بدونید که از میانه کندل قبلی خودش باز میشه. و یک مزیتی که کندل هیکناشی داره نسبت به کندل های عادی این هستش که روند رو خوب میتونید تشخیص بدید و پایان روند و شروع یک روند رو خیلی دقیق تر میتونید بفهمید و بهتون کمک میکنه. حالا کسایی که به نظرم در ابتدای راه هستن میتونن اول از کندل های هیکناشی استفاده بکنن، چون خیلی صاف و ساده تر، خودمونی تر میاد کندل ها رو بهتون نشون میده و یک روند رو خیلی مرتب و شیکتر بهتون به نمایش میذاره. و این ترس، ببینید الان من بخوام این کندل رو بذارم کندل معمولی، اصلا یه شکلای عجیب غریبی میبینید که این خودش بهتون ترس میده که هر آن ممکنه از پوزیشنتون خارج بشید با یه کندل عجیب غریب. ولی توی کندل های هیکناشی ببینید این شکل خیلی مرتب تره و اون ترس رو حالا به کاربری که آماتور تره نمیده. و این نکته دیگه هم بهتون بگم، این که ببینید کندل های هیکناشی هرچی بدنه بلندتری داشته باشن، مثلا میگم حالا کندل سعودی و سبز رنگ رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، این کندل قابل قبوله، یعنی بدنه بلندتر و شادویی که از زیر نداره. اگر از زیر شادو نداشته باشه این قدرت روند سعودی رو داره به ما نشون میده. اگر کندل از زیر سایه داشته باشه و شادو داشته باشه مثل این کندل، خب زیاد کندل مناسبی نیستش برای ورود به اون معامله و یه جورایی داره به ما سیگنال ضعیف شدن رو
میده. پس ما دنبال کندل هایی هستیم که بدنه خوب و مناسب و بلندی داشته باشن و حدالمقدور شدای کوچیکی داشته باشن یا اصلا نداشته باشن از پایینشون. در کندل های سعودی من دارم این رو براتون میگم. خب بریم مثال بزنیم که چجوری میتونیم از این ما سیگنال دریافت بکنیم. خب ببینید هر موقع که مووینگ اوریج 50 روزه ما بالای مووینگ اوریج 200 روزه ما قرار گرفت، ما اجازه داریم فقط پوزیشن های بای رو بگیریم و دنبال پوزیشن لانگ و بای خواهیم بودیم. به هیچ وجه دنبال پوزیشن سل یا شورت نباشین. اولین قانونی که میتونید در نظر بگیرید. خب که قرار وارد معاملات بشیم، شما میگید منصور خب این اومد بالا قرار گرفت، بالای مووینگ اوریج 200 روزه قرار گرفت، مووینگ اوریج 50 روزمون، حالا که ما وارد بشیم. ببینید اینجا اگر شما یکم پرایس اکشن بدونید کارتون خیلی راحت تر خواهد بود و وقتی به سطوح مقاومتی و حمایتی آشنا باشید به نظرم خیلی میتونه کمکتون بکنه این که بتونید پوزیشن های خوبی رو دریافت بکنید. من یک دوره هم گذاشتم، الان فکر کنم جلسه سومش تموم شده. من یک آموزش پرایس اکشن هم دارم، میتونید برید اون رو نگاه بکنید. هر هفته داره آپدیت میشه، یه قسمت جدید میذارم، قسمت چهارمش هم این یک شنبه قراره واسهتون بذارمش، میتونید برید ببینید. خب کجا قراره وارد بشیم دوستان؟ نگاه بکنید، اول که تایم فریم 15 دقیقه است. ما قراره اسکلپ پار بکنیم. در تایم فریم 5 دقیقه و 15 دقیقه میتونید ازش استفاده بکنید. توی تایم فریم 30 دقیقه هم میتونید ازش استفاده کنید ولی بالاتر نرید. معاملات اسکلپ معمولا حجم بالاتری رو ما وارد میکنیم برای هر پوزیشن و خب معمولا با 4 پیپ 5 پیپ 10 پیپ نهایت دیگه خارج میشیم و سودمون رو میگیریم و از بازار میایم بیریم. پس این استراتژی که دارم میگم مناسبه اسکلپ پاراست و کسایی هستش که حالا فیوچرز دارن کار میکنن یا دارن در بازار فارکس کار میکنن و اسکلپ کار میکنن. خب اینجا ببینید مووینگ اوریج 50 روزه اومد بالای مووینگ اوریج 200 روزه. هر موقع که ما این کندل رو با این بدنه مشاهده کردیم، ببینید کندل های قبلی خیلی کندل های ضعیفی هستش، خب و کندل های لاجونی هستش و ما اینجاها اصلا از ورود نداریم دیگه. نسبت به کندل های قبلی اگر بررسیشون بکنه، خب اینا کندل های خیلی ریزی هستش. کندلی که ما داریم اینجا مشاهده میکنیم، یک نکته رو قبلش بگم، سعی کنید مووینگ اوریج 50 روزتون یک فاصله کمی از 200 روزه گرفته باشه. ببینید اینجا این فاصله رو نگرفته، اینجا جای ورود مناسبی نیست. خب پس سعی کنید یک فاصله کوچیکی ازش رو به بالا، یک شیب رو به بالایی داشته باشه مثل اینجا. اینجا اجازه دارید که دیگه حالا وارد پوزیشن های لانگ یا بای بشید. اولین کندلی که دیدید از هیکناشی و سبز رنگ بود و همچین بدنه بلندی نسبت به کندل های قبلش داشت، داره به ما یه سیگنال میده. اولین سیگنال، صبر میکنید، کندل بستشه. در کندل بعدی باز اجازه میدید کندل بره بالا، یعنی یک 15 دقیقه دیگه، حالا در تایم فریم 15 دقیقه هستید، یک 15 دقیقه دیگه هم صبر میکنید. صبر و تحمل خیلی نکته مهمی هستش در این روش و کلن در اسکلپ. اگر در تایم فریم 5 دقیقه کار میکنید، یه 5 دقیقه دیگه صبر میکنید، یه کندل بستشه. کندل دوم کندل تاییدیه ما هستش. در کندل سوم ما وارد میشیم. کندل سوم اینجا میشه گفتم از میانه کندل قبلی خودش شروع میشه. استاپمون رو کجا میذاریم؟ استاپمون رو زیر مووینگ اوریج 50 روزمون قرار میدیم و معمولا 4 پیپ 5 پیپ یا 6 پیپ پایین تر که استاپ هانتر نشیم دوستان، خب و بتونیم سود اسکلپمون رو بگیریم و خارج بشیم. حالا یک پوزیشن لانگ رو من اینجا باز میکنم، حالا با اسپرد و ایناش کاری ندارم، یه درصدی هم اسپرد قرار میدیم و اینجا میشه استاپ لاس من و اینجا هم میشه تیک پروفیت من. من کجا از معامله خارج میشم؟ گفتم کندل های کناشی خیلی قشنگ باهاتون صحبت میکنم. این کندل رو بذارید من بکشم کنار. این کندل رو میبینید یک بدنه بلند نسبت به بدنه قبلی خودش، همچنان روند سودی، ولی کندل بعدی ببینید کجا بسته شده.
یعنی بدنش دقیقا مماس با بدنه قبلی بسته شده و اینجاست که دیگه ما متوجه میشیم زور روند صعودی داره تموم میشه، زور بایرها داره کاهش پیدا میکنه. جایی هستش که بعد از بسته شدن این کندل ما میتونیم خارج بشیم، یعنی اینجاها میشه نقطه خروج ما. اگه من این رو اینجا قرار بدم، اینجا میشه نقطه خروج ما تقریبا، و اگر بخوایم حسابش بکنیم تقریبا آربار یک به ما میده. و چون ما اسکلپ کاریم برامون زیاد مهم نیست، ما اون چند پیپمون رو میگیریم و خارج میشیم. این مقداری که سودمون رو گرفتیم تقریبا شده 7 یا 8 پیپ، حالا با اسپرد اگر بخوایم حساب بکنیم میگیم حالا 6 پیپ یا 7 پیپ رو ما میتونستیم از اینجا سود بگیریم. به همین سادگی میتونید شما با کندل های هیکناشی مووینگ اوریج 50 روزه و 200 روزه سیگنال های خوبی رو بگیرید. فقط این نکاتی رو که گفتم باید رعایت بکنید. بریم جلوتر باز بررسی بکنیم. خب یه نکته دیگه هم بهتون بگم، ما فقط وقتی کندل سبز رنگ بالای مووینگ اوریج 50 روزه شکل بگیره ایزه ورود داریم، یعنی اگه زیر این یا مابین اینا شکل گرفت ما ایزه ورود نداریم، فقط بالای مووینگ اوریج 50، به شرطی که مووینگ اوریج 50 روزمون هم بالای مووینگ اوریج 200 روزمون باشه و ترجیحاً یک شیب رو به بالای جفتشون داشته باشن، بهترین حالت ممکنه. دارم تمام خطاها رو بهتون میگم دوستان، وقتی فیلتر بیشتر میشه خب درصد موفقیت اون سیگنالی که دریافت میکنید و اون پوزیشنی که میگیرید خیلی بالا میره. بهتر میایم جلوتر و میبینیم خب همچنان مووینگ اوریج 50 بالای 200 روز است، ولی قیمت یک شکستی رو انجام داده، اومده این زیر، صبر میکنیم بیاد دوباره بالا. اولین سیگنالی که دریافت کردیم اینجاست، یک بدنه بلند، صبر میکنیم تاییدیه رو دریافت کنیم، تاییدیه. سومی اینجاست، دقیقا نقطه ورود شما میشه اینجا و استابلاستون قرار میگیره اینجا. این مووینگ اوریج 50 روزه است، چند پیپ پایین تر قرار میدید معمولا. و اگر من بخوام لانگ رو اینجا بذارم کجا از بازار خارج میشیم؟ این کندل قرمز رو که دیدیم از بازار خارج میشیم و اینم استابلاست ماست که اینجا قرار میگیره. تقریبا آربار 1.1 بهمون داد. حالا اگر بخوام پیپش رو من براتون حساب بکنم، اینم تقریبا 7 پیپ 6 پیپ بهتون حالا با اسپرد میداده و میتونستید از این معامله هم با سود خارج بشید. یه نکته کنکوری دیگه هم که باید بهتون بگم، هر موقع فاصله بین مووینگ اوریج 50 روزه و 200 روزه زیاد شد، اینم یه سیگنالی هستش که دیگه نباید وارد پوزیشن های بای بشید و خطرناکه، چون معمولا اینا یک فاصله ای رو حفظ میکنن و مثل آن رو بالا برمیگردن نزدیک های دوباره اون مووینگ اوریج 200 رو دوباره میخواد برگرده خودش نشون بده و دوباره حالا حرکت بعدیش رو انجام بده. هر موقع که فاصله زیاد شد داره این سیگنال رو به شما میده که خب بهتره که دیگه وارد پوزیشن های بای نشی. و اگه ببینید اینجا به طور مثال اگه بخواید نگاه کنید، چون فاصله زیاد شده و خب رشد خوبی داشته قیمت، احتمال برگشت قیمت هست. حالا بر چه اساس دارم این رو میگم؟ اگر پرایس اکشن بدونید، همون نکته‌ای که اول بهتون گفتم، ببینید سقف قبلی خودش رو نتونسته قیمت بشکنه و اگر اینجا وارد میشدید متوجه میشید که باز دوباره یک سقف کوچکتر زده، یک سقف پایینتر زده، اینجا اومد دوباره یک سقف مماس زده. پس اینجا یک ناحیه هست برای ما که احتمالاً ناحیه نمیخواد شکسته بشه و احتمالاً قیمت میخواد ریزش کنه و دوباره برگرده این نقطه رو یا بشکنه یا تاچ بکنه. این نکات پرایس اکشنی هست که دوستانی که پرایس اکشن بلدن، خب وقتی این نکات این اتفاقات رو میبینن، خب یک تلنگری از واسهشون که میدونن خب بر حسب حالا این استراتژی وقتی پرایس اکشن رو هم بلدن، من میدونم که کجا وارد بشم و کجا جای مناسبی نیست واسه وارد شدن. در پوزیشن های شورت هم به همین شکله، یعنی اگر قیمت در پوزیشن های شورت هم دوباره دوستان به همین شکله، اگر مووینگ اوریج اومد زیر مووینگ اوریج 200 روزه شکل گرفت و قیمت هم زیر اون بود، میتونید با همین متدی که برای بای و لانگ گفتم ازش استفاده بکنید. ببینید اینجا رو مووینگ اوریج اومد نزدیک شد، یک قیمت یک ریزشی رو داشت، یک اصلاحی رو داشت
و اومد دوباره از پایین نزدیک شد و فاصله اینا کم شده، قیمت اومده بالای مووینگ اوریج 50 روزمون و اینجا دوباره داره به ما یک تلنگری میزنه که احتمالا قیمت دوباره میخواد رشد بکنه. بعد این کندل سبز رنگ ما داریم میبینیم، بدنش کوتاه زیاد مورد تایید نیست، دومی رو دیدیم. اینجا شما میتونید با ریسک وارد بشید و استاپتون رو اینجاها بذارید چند پیپ پایین تر، و اگر در فارکس کار میکنید میتونید ریسک فری کنید و خیلی بیشتر از اینها رو سود بگیرید، میتونید تا اینجاها حتی تا اینجا رو بگیرید، و اگر نه به همون 7-8 پیپتون قانع هستید میتونستید اینجا از معامله خارج بشید. اگه من پوزیشن بای رو اینجا قرار بدم، استاپ رو این زیر قرار بدم، ببینید که حالا آربا رو یکونی من بهتون میداده. من پایین‌تر قرار بدم اینجا رو، حتی اگه نقطه خروج در نظر بگیرم، یکم زوم کنم، خب اینجا ببینید شده نقطه خروج من دقیقا اینجا. خب حالا آرباری که من میداده تقریبا 1 بوده، خب اگر ریسک کمتری میخواستیم بکنیم آرباره تقریبا 1 به ما میداده. حالا چند پیپ هستش؟ تقریبا 4 یا 5 پیپ بهتون سود میداده. اسکلپ همینه، شما با حجم بالا وارد میشید، معاملات چند پیپی میگیرید و سریع خارج میشید، و این روش روشی هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. کندل های هیکناشی خیلی میتونه بهتون کمک کنه. دوباره اینجا این اتفاق افتاده، منتظر کندل برعکس میشید، یعنی کندل سبز رنگ شکل بگیره، کندل تاییدیه شکل بگیره و در کندل بعد وارد میشید، استاپ اینجا و سود رو میتونستید بگیرید. دوباره اینجا این اتفاق افتاده. اینجا رو ببینید، اینجا شرایط مناسبی نبوده. چرا؟ چون کل کندل اولا بالای مووینگ اوریج 50 روزه شکل نگرفته و کندل بعدیش هم که میبینید کندل تاییدی هستش، اصلا یک دوجی هستش. حالا پرایس اکشن اگه بدونید میدونید که دوجی چی میخواد به ما بگه. پس اینجا ناحیه ورود مناسبی نبوده. دوباره اینجا ما این اتفاق داره میفته، صبر میکنیم چون کندل بعدی کندل دوجی هستش، صبر میکنیم. اینجا صبر میکنیم، دوباره کندل تاییدی دوم رو که دیدیم اینجا میشه نقطه ورود ما، استاپ اینجا قرار میگیره، و اگه میخواستید ریسک فری کنید که تا کجا رو میتونستید بگیرید، و اگه میخواستید به همون 7-8 پیپ یا چند پیپتون قانع باشید میتونستید از معامله خارج بشید، ولی قاعدتا میتونستید نگه دارید چون وقتی کندل بدنش بلنده، این که روند همچنان سودی هستش، میتونه سود خوبی رو هم بهتون بده. دوباره میتونستید اینجا این کار رو انجام بدید، ولی خب پیشنهاد نمیشده چون فاصله بین دوتا مووینگ اوریج زیاد شده، ولی با ریسک میتونستید وارد بشید. دوباره اینجا میتونستید وارد بشید، دوباره فاصله کم شده، اینجا هم دوباره میتونستید یه سودی بگید، و اینجا هم دوباره میتونستید سود بگید، در حد چند پیپ بهتون سود میداده اگه نقطه ورودتون رو بعد از این کندل بگیریم. باز یه چیزی اولوشه، شاید مثلا 10 پیپ رو بهتون میداده میتونستید خارج بشید، و دیگه اینجا از نوع کندل ها داریم تشخیص میدیم که روند میخواد برگرده. چند تا کندل دوجی در هیکناشی داره به ما برگشت روند رو گوش زد میکنه. در ارزهای دیجیتال هم میتونید بررسیش بکنید، برید روی متا تریدرتون این رو نصب بکنید، بارها توی نسخه دمو چک بکنید. اگر در تریدینگ ویو دارید کار میکنید و نمیدونید چجوری از نسخه دموش استفاده بکنید که پوزیشن بگیرید، من یک ویدیو دارم که آموزشش رو این بالا براتون قرار میدم که چجوری بتونید پوزیشن دمو بگیرید در حالت دمو و تست رو امتحان بکنید تا دستتون عادت بکنه، مغزتون به این روش عادت بکنه. ممنونم که در این ویدیو آموزشی با من همراه بودید، سپاسگزارم. حتما لطف کنید ویدیو رو لایک کنید و یک کامنت هم برام بذارید، انرژی میدید با لایک ها و کامنتاتون به من. اگه برای اولین بار وارد کانال میشی برو یه چرخی داخل کانال بزن، حتما دوره پرایس اکشن ما هم ببین که خیلی خوب ساده سازی کردم و نکات اضافی رو ازش حذف کردم تا قابل هضم باشه و بهتر بتونید درکش بکنید. ممنونم، موفق و پرسود باشید، خدا نگهدار.